اسم رب الحسین علیه السلام. عشق امام حسین همه چی با امام حسین انشاءالله چه قبول کنن از ما بخبر این کار دست موزم میدی؟ بله بله چرا نمیدی؟ بوده امام حسین دست موزم نمیدن بله؟ همین چه نظر بکنن به ما همه چی برای ما هست از مادی نیست معنویه بله آنان که با دیده بینا عوامل عوالم هستی را کاوش می کنند می دانند که هر عملی از انسان سر می زند ظاهری دارد و باطنی. ظاهر اعمال آن است که همه می بینند و بر اساس آن زندگی خود را شکل می دهند، اما باطن اعمال ناپیدا و درونی است و هر کس بنابر فطرت و نهاد خود پایه و اساسی در ذهن و روح خود بنا می کند و اعمال خود را بر آن پایه محکم و استوار می سازد. این پایه را نیت می نامند. سه قسمت همون شده این کربلا فکرش ها نمی چهرم برم آراز اون بود که برم ارزم به خدمت شما که یه بنده خدا اومد مشتره اون بود اصلا هم نمی شناختیم ایشونو سر حساب چطابش چه شد در من گفتم که شما چی کاره هستین خب من مد داهم با کاروان ها سرخی حد زیاره میریم کربلا میبریم کربلا گفتم از حالا نرفتم آرزون بود یه بارم چه شد استرم بعد بیمیرم انشاءالله انشاءالله با سلامتی با عزت ها دن بیمیرم نبا زلم آرزون بیرینم همین بوده از اول طال یک ماه بعدش اصلا فکرش رو نمی کردم یوزده ازت گفت که آقا ما خمیریم کربلا پاسد آماده است گفتم بله گفت فردا صبح برو فلان جا پاسد نبدین این مبلغ هم بریزیم به حساب خدا به چی دیه یه ریالی نداشت هیچ دلم شی چیز همون وقت گفتم من پول ندارم و میخواهم برم 24 ساعت نشد خدا شاید از پولش جوش 24 ساعت نشد من تا رفتم فیشش گرفتم و کارش داشتم میکردم فرداش پول ریختم به اسم سادون خالی رفتم چه اولا اصلا یه جایی ساقا برای خودش یه جایی از برای خودش یه عالمی داره از قربتین امام حسین اول فصل و حضرت علی به خصوص حضرت علی سادم نمیتونه بیان کنه در حدی نیستیم که بیان کنه فقط باید آدم برد ببینه نیت اگر خالص باشد یعنی شکل و قوام کار به سامان است و اگر ناپاکی و نادرستی و خدای ناکرده ریا و سمعه در اعمال انسان وجود داشته باشد خبر از نیت ناخالص می دهد که حتی می توانان را نوعی شرک خفی دانست چرا که ما برای انجام کارهای خود و دریافت اجر غیر از خدای متعال دیگری را نیز شریک کرده ایم ما چگونه می توان نیت خالص و درون را از شبهه حضور غیر در ذهن و روح پیراست از آنجا که ماه محرم یادآور واقعه کربلا و عاشوراست
فرارسیدن آن دلها را پر از غم می سازد. پیروان و شیفتگان امام حسین علیه السلام از اول محرم محافل و مجالسی را سیاه پوش کرده به یاد آن امام شهید به عزاداری می پردازند. عزاداری و سوگواری جهت مصائب حضرت امام حسین علیه السلام نیاتی است که در عمل ظهور یافتند. آنان که برای حسین علیه السلام می گریند، می سوزند، بر سر و سینه می کوبند، اطعام می کنند و جان و مال یا موقعیت‌های مادی و معنوی خود را هزینه می کنند، درونی پاک و نورانی به دست می آورند که نور حاصل از آن نیات اعمال دیگر آنان را نیز در خود فرو می برد. نماز حسینی دیگر است و روزه حسینی دیگر، حج حسینی دیگر است و جهاد حسینی دیگر. این گونه انسان‌ها در مال و دارایی خیش با حسین علیه السلام شریک می‌شوند و این گونه تمام جسم و روح و نعمت‌های مادی که خدا به آنان اعطا فرموده از شبهه و حرام مسون و محفوظ می‌کنند. آری، هر مالی شایستگی خرج شدن و هزینه شدن در راه پر افتخار حسینی را ندارد، همچنان که هر جسمی و هر روحی افتخار آن را نداشت که در راه امام حسین علیه السلام و هدف والایش در سرزمین کربلا فدا شود. محبت، دوست داشتن و عشق ورزیدن به زندگی انسان جهت می‌دهد و اگر این علاقه و محبت به انسان‌های پاک و والا باشد، نگه دارنده انسان از کشش های انحرافی است. خداوند دوستی و مودت خاندان پیامبر که درود خدا بر آنان باد را در قرآن اجر رسالت آن حضرت قرار داده و واجب ساخته است و همین محبت خاندان رسول مرز حرکت در خط صحیح دین است. دوستدار این خانواده دوستدار خداست و دشمنان ایشان دشمنان خدایند. تأکید به دوست داشتن اهل بیت علیهم السلام، استفاده از اهرمی نیرومند در سازندگی انسان و حرکت و تربیت اجتماعی اوست. آن که طعم محبت اهل بیت را بچشد، محبت‌های دیگر برایش جذاب نیست. رشته محبت این دودمان تا درون خانه‌های شیعیان کشیده شده و کانون دل و جان آنان را روشن و گرم ساخته است.
به خاطره چی اومدین اینجا؟ والا فقط ها فقط امام حسین. چی دیدین از امام حسین؟ همه چی. مثلا؟ زندگی، هستی، همه چی. امام حسین میفهمان تا نمکی سری صحبه دونم از ما بخواه. چرا اومدین اینجا؟ چرا چرا این کار اینجا اومدین؟ والا گفترش هم ساد از هم مشکله. دست موزی میگیریم به خاطر این کار؟ بله ما از امام حسین میگیریم، هر چی داریم از امام حسین میگیریم. تا حالا چی گرفتی؟ من سلامتی خودم، زن و بچه هم، افتخاری نوکری امام حسین. از کی؟ امام حسین. تا حالا چی گرفتی ازش؟ از امام حسین والا ببینید خیلی صحبت را نمیشه خیلی واضح گفت، اما همین که سالمیم، همین که سلامتیم، همین که لیاقت پیدا میکنه آدم بیاد اینجا بگن آقا برو این گیگو هم بزن، آقا برو این ظرف رو بشور، جارو بکن، آقا این کفش رو بردار، واقعا لیاقت میخواد و همه کسی فکر نکنم بتونه به این راحتی لیاقت بشه. بر خودتون شخصا چه تجربه دارید؟ والا ما فقط میدونیم که نوکری امام حسین کردیم تا این ساعت، اگه لایق باشی. امام حسین چقدر میشناسید؟ والا امام حسین یه چیزی تو وجودم حل من ناصر یه همسور رو میگه میشه. امام حسین در کربلا گفت حلم ناصر ینصرانی، همه قربونش برم کسی نبود به فریادش برسی. حلم ناصر ینصرانی بیای کمکم کنید. اما واقعا مشکل معنی کرده، اما در این وهله، در این دوران، در این زمان بیاین اسلام نجات بدید. عاشورا همش پیامه، به قوله امام حسین، به گفته امام حسین به هر گفت اگر دین نداری لااقل آزاده باش، و آزاده بودن خصلتیه که در وجود خیلی ها نمیتونه باشه. اگه بخواید یکی از درس بزرگترین درسایی که از امام حسین میگیرین و بیان کنین چیه؟ اینکه آدم در راه خدا باید از همه چیش بگذره. مثلا از هر چی که وابستگی تو این دنیا هست باید بگذره در راه خدا. فکر میکنم که بهترین درس گذشت امام حسین باشه، حتی به عقیده من گذشت امام حسین باشه. وقتی امام حسین از بچه، از فرزندش، از علی اکبرش که بهترین و زیباترین چهره و میشه گفت و گفتن که به سل تشابهترین چهره به حضرت محمد بوده گذشته. به خاطر چی؟ به خاطر دین، به خاطر اسلام، به خاطر پایداری اسلام. این خورشی قیمه، قیمه نجفی معروف به قیمه نجفی همینه. این قضا اصلیتش نجفیه، یعنی عراقیه به طور کل، اما نجف مشهور به اینه. بیشتر تو مناسم عزاداری ها امام حسین این قضا مصرف میشه. مواد اولیش هم نخوده، گوشت فراونه، باشن گوشت باید بخش، نخوده باید بخشونیم، تمیز کنیم، بشوریم، بخشونیم، بعد بزن تو آب تو دیگ و ما آتیش و گوشت باش قاطی میکنیم تا این پخته شه. من شب بار بزن تا صبح، صبح میام از استخون میگیرم ایش با یه نوع وسیله بنام تخماخ ما بهش میگیم، مثل کشکوبی بزرگیه، میزنیم ایش، میکنیم تا دست هم بیاد، خورد خورد رب گوجه شه بهش میدیم، عدولیگی ها تاشا ریمو شه بهش میدیم، تا مثلا یه ساعت دو ساعت قوام بیاد بخوره. به طور کل دو ساعت طول میکشه تا این به عمل بیاد.
جا کافر و عمل کمت دست همکدار دمش میکنه. شب باشه تا برای شب مصرف کنه، مگه برای ظهر باشه از شب این برنامه را اجرا کنه تا این بشه. این تو من اسم امام حسین معروف است و عراق علاق هست نجف، معروف به قیمه نجف. آب جدا، گوش جدا، باید قوام بیاد، دست هم بیاد که به این حالت در بیاد چشمانم در غیر از این باشد نه. آب جداست و گوشه جدا باید روش کاکسه، دست هم بیاد. کشش قلبی نسبت به سید و شهدا علیه السلام را خدای بزرگ در دلها قرار داده است و غم شهادتش بزرگترین غم هاست که سوز آن هرگز فرو نمی نشیند. محبت اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم اجمعین و عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم در دنیا رشد دهنده و کمال آفرین است و هم در آخرت رهاننده و نجات بخش. آن که از سرچشمه این محبت سیراب شود و عشق ایشان حلاوت زندگیش گردد در امان خواهد بود، چون روح دین محبت، مودت و ولایت اهل بیت است و بدون آن اسکلتی بی جان از دین میماند. آری، محرم و عاشورا رمز احیای فطرت و انسانیت است، نه تنها در مساجد و تکایا و حسینیه ها که در سراسر کشورها و شهرهای شیعه نشین، و بلکه در روح بی آلایش هر بیننده حق جو و عمق جان و قلب هر انسان آزاده بنیان دین بی مهر و ولایتشان سست و خراب است. عالم جدا از عشقشان خواب و سراب است. دامنش هر طرف، دامنش هر طرف.